آقای عربشاهی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی طولانی بود دیشب صحبت‌های آقای ظریف، 6 ساعت و نیم اگر اشتباه نکنم. چطور می‌بینید بازگشت او رو به فضای سیاسی؟ به نظرتون سکوی پرتابی داره پیدا می‌کنه برای احتمالاً نامزدی ریاست جمهوری یا برنامه دیگری داره؟ دلیل حضورش در این مقطع به نظرتون چه بوده؟ بله، سلام به شما بینندگان. ببینید، واقعیت این هستش که آقای ظریف همیشه به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی و ذخیره حالا اون جریانی که از اصلاح طلبا اعتدالی‌ها در حکومت بودن برای آینده روش حساب می‌شده، به این دلیل که می‌دونیم نزدیکی‌های خیلی زیادی به رهبری داره. ممکنه از معدود گزینه‌هایی باشه که از فیلتر شورای نگهبان در صورت ضرورت عبور کنه، هرچند مشخص نیست این، ولی به هر حال اندکی احتمال در موردش وجود داره. خیلی از گزینه‌ها ممکنه که پیشاپیش به محض اینکه اسمشون مطرح شه همه بگن خب این اساساً امکان تایید صلاحیت نداره. من فکر می‌کنم به حال واکنشایی که بعد از این جلسه هم می‌بینیم، یعنی حمایت‌های گسترده‌ای که افراد مختلف اصلاح طلب دارن می‌کنن، یا کسانی که حالا رده‌های پایین‌تر هستن می‌بینیم در جاهای مختلف سعی می‌کنن که این قضیه رو پررنگ بکنن، صحبت‌های ظریف رو، یه تلاشی هست حداقل از طرف بخشی از اصلاح طلب‌ها و اعتدالی‌ها برای بازگشت به صحنه سیاست. تقریبا میشه گفت از بعد انتخابات 1400 تا الان، به ویژه سال گذشته که جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در کشور بسیار فعال بود، جریان اصلاح طلب به صورت کامل از فضای افکار عمومی حذف شده بود و کنار رفته بود و الان هم من فکر می‌کنم برای خود اونا تلاش دارن برگردن، هم شاید مثلا اگر بیشتر بره جلو متوجه بشیم که آیا چراغ سبزهایی از بالا هم بوده یا نبوده، برای خود حکومت هم شاید ترجیح بده که این دو قطبی هایی که سیاسی که شکل می‌گیره، به جای اینکه دو قطبی جمهوری اسلامی و اپوزیسیون کاملا مخالفش باشه، یه دو قطبی هایی باشه از جنس حالا مثلا اصولگرا اصلاح طلب، البته اصلاح طلب خیلی تلطیف شده که مد نظر اونها هستش، ممکنه بخوان یه حدی از بازگشت نسبی اینها رو دوباره به صحنه سیاست داشته باشن با اجازه از بالا. باید صبر کرد و دید، ولی برام ظریف همیشه یکی از گزینه‌هایی بوده که اصلاح طلب‌ها برای آینده روش حساب می‌کردن و فکر می‌کنم که می‌تونه استارتی برای این موضوع باشه. یه ارتباط هم البته من بگم که داره احتمالاً به همین پیشرفت دیپلماتیک و مذاکراتی که داره انجام میشه در بحث هسته‌ای و چه در بحث منطقه‌ای که میبینیم. برای ظریف هم یکی از کسایی هستش که همیشه حامی و پشتیبان این رویکردهای دیپلماتیک بوده، اسمش با برجام و دیپلماسی گره خورده. به هر حال اون میتونه به عنوان حامی در واقع این پیشرفت دیپلماتیکی که داره رخ میده وارد صحنه بشه و به هر حال بتونه کمک بکنه به جمهوری اسلامی در این زمینه. نزدیکای آخر همین جلسه کلاب هاست، چند سوال از آقای ظریف پرسیده شد در مورد بعضی از جنجالی ترین اظهاراتش در سالهای اخیر، مثل اینکه ما ایرانی ها خودمون انتخاب کردیم، مثل اظهاراتش در مورد اینکه چطور میتونست بعد از سرنگونی هواپیمای اوکراینی درمان بکنه، علاج بکنه مشکل جمهوری اسلامی رو. تکی کلامی که در بسیاری از توییت ها میشنوم که خیلی هم مرسوم است این روزها، مالکشی بود. اگر از همین لغت بخوایم وام بگیریم، به نظرتون چقدر موفق بود در این مالکشی؟ ببینید آقای ظریف، من فکر میکنم که شاید در دولت حسن روحانی یکی از معتمدترین افراد برای شخص رهبری آقای خامنه‌ای بود. حتی اگر گذشته رو نگاه بکنیم، گاهی اوقات بعضیا تو اون جریان شناسی در اون نظام ممکنه که فکر بکنن ظریف مثلا حالا به نوعی به طیف رفسنجانی نزدیک بوده، ولی وقتی نگاه میکنیم به نظر من همیشه نزدیک بوده به اون طیف خود آقای خامنه‌ای. یعنی آقای خامنه‌ای البته برای اون بازی تندرو کندرو رو داشته، اون بخشی که سعی میکنن برای دیپلماسی رو پیش ببرن یه مقدار عقلانیت بیشتری داشته نسبت به کارگزاران دیگر حکومت و همیشه تلاشش هم همین بوده که حالا اون تعبیری که شما به کار بردید سعی بکنه که کارهایی که جمهوری اسلامی انجام میده، موارد نقض حقوق بشری که در داخل هست، اون زمانی که مسئولیت داشته بره، با توجه به اینکه در میان کارگزاران حکومت، حالا انگلیسی یه مقدار بهتری داشته، یه مقداری بیشتر فضای دنیا رو میشناخته، بره اینا رو توجیه بکنه، بره اینا رو توضیح بده. من یادم از هم بعد گفته بود مثلا ما در ایران زندانی سیاسی نداریم، در صورتی که برای این دیگه مسئله است که از هر من از شمس، یا همون بحثی که گفته من بگید اگر موشک خورده علاج بکنم، واقعا من نمیدونم وزیر خارجه چه علاجی میخواد بکنه جز این که بره در مجامع بین المللی توجیه بکنه، لاپوشانی بکنه. همیشه آماده بوده برای چنین خدمتهایی به حکومت و به نظر من آماده هست اگر در آینده هم چنین مسئولیتی بهش بدن ادامه بده. ممنونم از شما مهدی عربشاهی، تحلیلگر سیاسی از همینجا در واشنگتن.